طبق داده های طبقه امنیت غذایی آی تخمین زده شده که حدود یک میلیون و و هزار کودک زیر پنج سال در سودان از سوی تغذیه حاد رنج میبرند. بر اساس تجزیه و تحلیل نهاد در دوره زمانی اکتبر تا نوامبر سال 2023 5 میلیون و 830 هزار نفر معادل تقریبا نیم از جمعیت سودان ناامنی غذایی ها در سطح 3 یا بالاتر را تجربه کردند پیشبینی می‌شود می شود تعداد افرادی که دچار ناامنی غذایی حاد هستند که شدیدتر از گرسنگی مزمن است در دوره زمانی آوریل تا جوی سال 2024 به 7 میلیون و 100 هزار نفر افزایش یابد با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم سودان همچنان افزایش نرخ گرسنگی و سوء تغذیه کودکان خود را تجربه می کند. چرا که با افزایش درگیری در منطقه پیامدهایی همچون آوارگی نیز گسترش می‌یابد طبق داده‌های برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP حداقل 25 میلیون نفر در این منطقه تحت تأثیر ناامنی غذایی قرار دارند مایکل دانفورد مدیر منطقه ای برنامه جهانی غذا در شرق آفریقا در این رابطه گفت این درگیری ها سه کشور سودان، سودان جنوبی و چاد را تحت تأثیر قرار داده و بزرگترین بحران آوارگی در جهان را ایجاد کرده است. وی در ادامه افزود تقریبا یک سال از جنگ گذشته و ما هیچ نشانه ای مبنی بر کاهش تعداد خانواده هایی که از مرزها فرار می کنند نمی بینیم. این خانواده ها شامل کودکان و زنانی هستند که به سودان جنوبی یا چاد گرسنه و با دست خالی و بدون هیچ گونه پشتوانه مالی وارد این سرزمین ها می شوند. برنامه جهانی غذا و سایر سازمان های امدادی و بشر دوستانه تلاش کردند تا نیازهای مردم را در مناطقی که از زمان شروع بحران به دلیل درگیری ها کمتر مورد توجه قرار گرفتند به طور مداوم برآورده کنند چرا که تخمین زده می شود 18 میلیون نفر در سودان از جمله 3 میلیون و 800 هزار کودک سودانی زیر 5 سال از ناامنی غذایی و سوء تغذیه رنج می برند. گفتنی است که نرخ فزاینده از سوء تغذیه در کودکان ساکن در های موقت رخ می‌دهد. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، چهار درصد از کودکانی که به سودان جنوبی میروند هنگام ورود به این منطقه دچار سوء تغذیه هستند. این رقم در مرکز ترانزیته نزدیک مرز سودان و سودان جنوبی به 25 درصد افزایش می‌یابد. لذا حتی اگر آسیب دیدگان بتوانند از مناطق پرخطر و درگیر در جنگ بگریزند و به مناطقی همچون سودان جنوبی یا چاد خود را برسانند تازه به نقطه شروع مشکلات و گرفتاری هایی می که نیازهای بشر دوستانه را ضروری می نماید مدیر منطقه ی برنامه جهانی غذا در شرق آفریقا همچنین گفت تا زمانی که این درگیری ها و نزاع ها حل نشود، حتی اگر دسترسی نامحدود به آژانس های امدادرسانی و بشر دوستانه وجود داشته باشد و بودجه کافی نیز دریافت شود، باز هم این بحران بدتر خواهد شد. او در ادامه افزود: ما باید بتوانیم از خانواده های سودانی حمایت کنیم تا از تبدیل شدن بزرگترین بحران آوارگی در جهان به فاجعه گرسنگی جلوگیری کنیم. بیش از 553 هزار پناهجوی سودانی از زمان شروع درگیری ها به چاد گریختند و چهل درصد از کودکانی که به کلینیک های اورژانسی در کمپ های پذیرش میرسند با سوء تغذیه حاد مواجه هستند نرخ سوء تغذیه در کمپ های پناهندگان در چاد بالاتر از آستانه استراری 15 درصدی سازمان بهداشت جهانی است که دسترسی به مراقبت از پناهندگانی که قبل از شروع بحران سودان وارد این کمپها ها شده را نیز محدود می کند در حالی که نرخ سوء تغذیه در این منطقه مصیبت زده همچنان در حال افزایش است به دلیل مشکلات بودجه ای تامین نشده و تخمین زده شده است که نزدیک به 300 میلیون دلار برای حل مسائل مربوط به مردم این منطقه طی شش ماه آینده نیاز است و همچنین ارائه خدمات لازم و ضروری به منظور مراقبت از مردم برای برنامه جهانی غذا در این منطقه را نیز دشوارتر کرده است. مایکل دانفورد در سال گذشته هم در رابطه با فاجعه انسانی در حال وقوع در این منطقه گفته بود ما از تجربه های گذشته آموخته ایم که اقدام زود هنگام برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی ضروری است اما توانایی ما برای تامین نیازمندی های لازم مردم این منطقه به دلیل کمبود بودجه تا به امروز محدود شده است. میلاد شادمان خبرگزاری اخبار